اختاپوس مگه پنیر داره؟ ای وای، من یه سر بوش جالبه. سلام بچه ها، ما برگشتیم با یه ویدیو جدید دیگه. من شیوا هستم از برنامه خبری. تو مثلا موجیه گفتی من شیوا هستم از اول. سلام بچه ها، ما برگشتیم با یه ویدیو جدید دیگه. من شیوا هستم و امروز مهمون کانال شیما خواهرشون هستم. بله خوبه، قبول کنین از من خیلی وقت با هم ویدیو نگرفتیم یادمون رفته. امروز قراره با هم دیگه، وقتی شیوا تو برنامه شرکت میکنه، به نظر شما موضوع چی میتونه باشه؟ از تیتر و ویدیو معلومه، مشخصه که لورا. اومدیم با هم خوراکیای عجیب غریبو امتحان کنیم. روزی روزگاری من و شیوا قدم میزدیم و رفتیم سراغ خوراکیای ژاپنی. یه مغازه پر خوراکی دیدیم و از کلی خوراکی ژاپنی خریدیم و امروز قراره با هم دیگه اونا رو امتحان کنیم. و ما کلی از کدوم شروع کنیم؟ شما بیا از کلین میت. کلین میت چیه دیگه؟ اصلا باید گرمش کرد؟ چجوری باید گوشت خورد؟ تمیز؟ مثل اون گوشته نباشه که یه بار توی یکی از ویدیوها گرفتی، گوشت خشکه. نمیدونم، این هرچی ژاپنیه دیگه، حالا هرچی خوش نوشته خدا میدونه. این ریز نوشته کره ایشو، ایش کور شدم. همچون باید بخوریمه، بخوریش همچون باید بخوریم؟ آره ژاپنی نیست تا چینیه. نمیدونم تو میفهمی. آره این چینیه، نه جونگوک هم نوشته چینیه. وای بوکون بوکون چه بوی میده. وو بوی انگوچی میده، بوی خاصا هندی میده. وای اینکه بوی کاریه، خاصا هندی بوی خیلی خوشمزه به نظر میرسه. آره. بوی کاری میده. وای چه زشته، ببین جوریه. چیه؟ این هم یه ذره توشه؟ چرا اصلا شبیه عکسش نیست؟ عکسش چیه؟ طبقه طبقه گذاشتن. من بخورم اول؟ نه تو بخورم. نه تو بخورم. خیلی زشته. حالا این چه جور میتیه؟ مثل توفاله یه ای بوی آه بو گرفت. خوشمزه؟ مزه مرغ فکر کنم. مزه زیره میده، ادویه کاری، یه ذره تنده و یه ذره هم شوره. کنم از غذای چینی خیلی خوشم میاد. من خودم هم گوشت چینی غذای چینی خوشمزه. اسمشون بعد در رفته، من خوشم میاد. خب منم گوشت چیه؟ زبانشون نمیفهمم. مرغ آره. این که کره نوشته خیلی ریزم. با این چی بود ما خوردیم؟ برای من نظر مرغ میاد، ولی کره یه ترجمه پایینی هست. نحوه خوردن کیسه رو باز کنیم، بلافاصله غذا رو بخوریم. مرسی. اگه فهمیدین کیسه چک میکنه نخور. 29 گرم پروتئین. سویاست. نه گوشته. نه گوشت بود. بگو توش چیه؟ سویاه همش نوشته. سویای سرخ شده غیر منجمده. بچه ها. گوش نیست. کاشف به من اومد این توفوه. سویا توفوه مگه؟ توفو از هم سویا میاد دیگه. تو سویا درستش میکنم. خب این سویا بود، گوشت نبود. خیلی و این چسقله که ما خوردیم همین ریشیشی هم هست، نمیدونم همین یه ذره هم که خوردیم 18 گرم پروتئین بود. همین باید نزدیم بگیرم بخورم. بریم سراغ بعدی. آقایش خورم. خب بریم سراغ بعدی. سراغ بعد این غذا بهش میگن یانگوچی. گوچی دیگه، اونجا نوشته بود یانگوچی. گوچی نوشته بود آدم. گوچی چون به سیخ کشیده شده بهش میگن گوچی. نه چینیه که. من فکر کردم ژاپنیه، ولی همش چینیه. اینم سویاس. اینم سویاه، مطمئنی؟ اینم سویاس. آماده شده پخته شده، فقط کافیه بخوری روش شکل انداخته. خب مثلا همین لابد دیگه، اگه گوشت بود که میذاشتن تو یخچالی جایی. نمیدونم یه کارای مردم میکنن که من چوله. بوی چه بوی زیره میده. یانگوچی هم دیگه چقدر زیره بود، چقدر روغن روشه. یانگوچی همون مثل کباب خودمونه. یانگ گوشته گوسفنده، گوچی همشون به سیخ کشیده میشه، مثل همون گوشت کبابیه چیز. من تو ولاگ قبلی بهتون نشون داده بودم. این هم همون مدله، ولی خب گوش نیست، این سویاه. بوی جالب، بوی قیمه میده، ولی این گوشته. بوی قیمه نمیده، بوی همون قبلیه رو میده. من یه سر بوش جالبه. تو بخورم. من اول شروع میکنم.
بوی زیره میده اینم. چه جالب مزه خود ینگوچی میده. ای سویر بافتش هم این بافت گوشته. طعم بچه اینم همون طعم زیره و فلفل و کاریش کمتره. نه این قبلیه مزه. این قبل. خب این از شام امروزه. خوشمزه. به غذای چینی واقعا خوشمزه. نظر تو چیه؟ منم غذای چینی خوشم میاد. من غذای چینی رده اوله برام. دو تا دیگه شام بخورم دیگه. اما بعد برام اونجایی بخرم من اینا. بعد از این میریم سراغ ژله. نمیدونم این تکسش رو تو میذارم. اینجا رو حتما توی سریال های کره دیدین. یه دونه نوشیدنی خیلی معروف کره که در واقع به کار کردن شکم خیلی کمک میکنه. ولی تو بهش حساسیت داری؟ من خیلی از طعمش هم قبلا که زیاد میخوردم از طعمش خیلی خوشم اومد. مزه ماست ترش شده. آره من طعمش رو خیلی دوست داشتم. یه شیرین و ترشی خاصی داشت. بعد یه مدت اولی که اومده بودم کره حس کردم لوزه ها نمیدونم تا حالا سنگ لوزه دیدین یا نه خیلی زیاد شده بود. همش تو لوزه هم یه سنگای سفیدی درست میشد. به این شک کردم و واسه همین دیگه نخوردم. آره به خاطر نوشیدنی بود. بعد ما اصلا نوشیدنیشو میخوریم. بعد اینو دیدیم به نظرمون جالب اومد چون ژله‌ست. همونه ولی ژله‌ست. ببینیم. امیدوارم طعم خودش هم بده. حالا این باس میکنه میپاشه این برام من میدونم. تو باس. اینا میگم این یوگورت چی بهش میگن؟ خیلی از طعم ایرانی ها دیدم از طعم این خوششون نمیاد. خیلی خوشایند. من دوست دارم. من یاد بیسکویت میندازه. شیرین تره. ای وای همه شو که ریختی چی مون برا. طعم نوشیدنش خوشمزه تره. ترش تره. من نوشیدنش بیشتر دوستم. نه اصلا خوشمزه هست ولی نوشیدنش خوشمزه تره. نوشیدنش خیلی خوشمزه تره. خیلی شیرینه. همون زمین ینگوچی ریخ گوشت ریز ژله ریخ. خب بعد از این میریم سراغ این. اینو من نمیدونم چیه. قوطیش رو بهتون نشون بدم. شیشه ای نیست. شیشه ایه ولی یه جور خاصیه. بعد شیوان گفت این آره. چیه؟ من اینو تو اینستاگرام زیاد دیدم که میان امتحانش میکنن چه شکلیه. اینو یه دونه میکوبونن روش بعد پر گاز میشه میخورن. بعد که بازش کنن یه دونه که میکوبونن روش انگار یه چیز میفته یه تیله طور میفته توش چون بالاش یه چیزی داره بعد محکم بکوبونی. این ژاپنیه دیگه خدایی. این ژاپنیه. این آر بالش هم یه بلبلک شکسته. چی بود شکسته؟ کجا میدونی شکسته؟ اینجاشو نگاه. خب بذار رو شد در میاد. تیله اینا تیله داره روش. توش تیله داره. معلومه؟ نه اینو باید محکم بکوبم. من بکوبم بکوبم. ای وای اینو باید در بیاری اسکولک. اسکولا محکم تر ما با خیلی محکم بزنی. ولی تیله افتاد توش دستمال نداری؟ گم زد به زندگیم. تمام لباسم کسیم شد. شلوارم تازه شسته بودمش رو تختی زمین رو نگاه. وای زمین به گم کشیده شد. یعنی فکر کنم امروز همه غذا باید یه دور زمین بچرخند. زمینم خورد دیگه. کاش تو زمینم میآوردیم تو ویدیو. چی جوریه؟ تمی چی میده؟ کچی. کچی چه؟ تیله الان اینجا وظیفه چیه اینجا؟ چی فقط گم بزنه به زندگیت. چه تمیه؟ پرتقال، موز، آناناس، موزه بنظرم. یه ذره موزه داره. نوشابه عادیه. 65 کالری. کچیشه. نه الکلیه. نه الکل نیست. الکل نداره. آخه یه چیز خاصی داشته باشه. هیچ برای بچه‌هاست دیگه. اینو میذارم الکل نکشه. من میگم نکنه الکلیه. برای سرگرمی بچه‌ها. آره بچه یه بچه اینجا بود داشت هار هار می‌خندید. ای برگشت سر جاش پاست تیله. اه نمیذاره بخوری؟ نه. یه با داری میقله. قلقل کرد. نمیخوام اینو. جمعش کن. چه مسخره بازیه؟ دوستش نداشتم. من اصلا دوستش نداشتم. بریم پنیرا. بریم پنیر. اینو دیگه نمیدونم کجا این کره ای کره ای بعد نمیشه پنیره بعد چیز اوجینگا چیز اوجینگا اختاپوس پنیر اختاپوس مگه پنیر داره فکر کن از شیر اختاپوس
اختاپوس شیر داره، پنیر درست میکنن. اوجینگا میشه مرکب، مای مرکب، مای مرکب. آره بو اوجینگا میده. وای خیلی بوش شدیده. تو بخورم من بخورم تو بره خدای من بدبخت. بعد ناکن دو تیکه است اینجا. وای اینجا روش اوجینگا زیرش دو تیکه. اینو از زیرش گاز میزنم. خیلی شوره. پنیره زیرش، پنیره روش اوجینگاه. وای 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 وای. بیا عزیزم بیا بخورم. دوست داشته؟ همه شوره یا شیرینه؟ زیرش، این زیرش که سفیده پنیره اینجا. روش اوجینگاه که من روش بشتیم. اوجینگاه که من نه مرسی متشکرم. خیلی زحمت کشیدم برای تولیدش. ایده جالبی بود. نه بوی شدیده. پنیر زیرش برای من شوره یا شیرینه؟ شور بود. نه من شیرینی حس میکنم. اه من شور حس کردم. برای من کاملا شور بود. اینجا اینجوری شد. من کاملا شیرینم. اه این در واقع چه اینا فکر میکنم پودرای داره الان بریزه. موچی داگ داگ موچیه. خب این ژاپنیه. اینا همه غذاهای سریع هم. یعنی طوری که مثلا اینا رو در واقع میتونی سریع آماده شو بگیری. ولی خب این قرصا چیه؟ بعد روش آب بریزی. آب هست. آب؟ این قرصا رو بعد روش آب بریزی بعد نرم میشه. این ورش پودر شکلاته و با این پودر آرد نخوده. آرد نخود همون که اون دفعه تو ویدیو قبلی هم گفته بود. آره آره بسنش خورده. آره میریزی این گوشه بعد دیگه میزنی توی این میخوری. بعد وایسی این نرم شه. چقدر شبیه قرص جوشانه. بس 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 اینو مثلا خوراکی سریعه؟ اوردی ملنگ ملنگ شد. ملنگ ملنگ. بعد وایسی تا نرم شه و بخوری. نرم شد. جلال خاله. این مثل اون خوراکی ها بود که درست میکردن. کوچولو ها. آره آره. مثل اونه. اون خوراکی هایی دارن. واقعا ژاپنی ها چقدر چی؟ حالا نرمه. چه ایده هایی به ذهنشون میرسه. سوسش رو باز کنیم. این همه زندگی ما رو. این هم فکر کنم به قرار برزی رو زمین. مایجات هم میخواه با این گیل هم درست میکنیم. یه شکلاتش ستمیه. شکلاتش خوشمزه است. وای وای بسم الله. بس خیلی نریز. اینو خود چیه؟ اینو خود چیه؟ اینجوری. خب وقتی که نرم شد آردی نرم شده شکلاتش فندقیه. همه رو نخور. میزنی توی این. مطمئنی میزن میخور. میزن بزن رو نخود. آقا بخوریه. خیسه. آب ریختم روش دیگه. هم موچیه. خیسه. خیسه فهم. اون برنج دیگه. برنج له شده. خیس. مزه شکلاتش رو بیشتر حس کردم. هم مثلا حالا خیسه ولی مثلا اونی که خشک باشه یه حالت نرمیه. کاش یه دیشو خوش نمی داشتیم. ترد بود. خوش کن دوباره آب بریزیم. آره. ولی خود موچی اصلی خیلی نرم و گوگولیه تو دهن. میم سراغه این دیگه خوراکی کره‌ایه. در واقع عجب غریب نیست. ولی از همون چیزا روغاری پاستیله. ولی از هنوز که قرچ قرچ صدا میده. روش اسمارتیز دارم مثل این که امیدوارم اسمارتیزش نریخته باشه. خیلی تکون صدا میده. ایوان کته کتا گروه چوب. توشه به بچه هاتون اگه آسقالا ندیم. خدا باید کده لواشت خوبه. خدا لواشت چقدر مفیده. نیوست دیگه. چی هم؟ هم پاستیل عادی بود. پاستیل بعد مزه تر. مزه یه ذره ترش هست ولی ترش و شیرین. مزه پلاستیک میده. چی هم اینا؟ از خوشم نمیده. میریم سراغ آخری. اینم کره‌ایه؟ آره این نه نه ویتنامیه. آه این ویتنامیه. نه ببخش تایلند. تایلندی. اینم پاستیل پیتزاییه. فکر کنم چیز خاصی باشه. میشه اینه پیتزا. این قسمتش برای من باشه پپرونیش بیشتره. این پمپنه. این راست میگه پمپنه. این قارچه. این قارچه. قارچه پنیر اون پپرونیه. یا. تو هم این برمی دارم. من از این. تو اینو خواستی؟ یکی هم نیستن؟ پیتزا می قولیم. یا امام اسلام. چه بکنم؟ مزمی وی می ده.
هم باز هم پاس خورشی میدن. نه مثلا انبه و پرتقال و توت فرنگی و همه چی حس میکنم. همه رو با هم قاطی کردم. من از پیتزا نمیدم. این سفیده چه طعمیه؟ پنیره؟ یه خدایه. دلیمو به فر نرم. این اصلا برای دندون بچه ها بده. تا فردا میجاییمش. پاس میوهیه. ندین به بچه هاتون اینجور چیزا ندین. همین بود؟ یعنی هر وقت برم اون فروشگاهم اینا میخرم. آره این خیلی تازه بود. سالم هم هست. از کل این خوراکی فقط به اون دوتا گوشتار امتیاز میدم. منم. ولی تو رده سوم شاید این از بقیهشون بهتر بود. از بقیه. از دیگه هیچ وقت دور سراغشون نخواهم رفت. نه اینم نمیرم ولی اون دوتا رو چرا؟ اون دوتا اولیا رو میخرم دوباره. من ترجیح میدم برم خود ینگوچی رو بخورم. این بود از قسمت ویدیوهای خوراکی های عجب غریب که از هم کلی درخواست کرده بودیم براتون بذارم. اگه شما بین این خوراکی های که امتحان کردین هر کدومش امتحان کردین برام توی کامنت ها بنویسین نظرتون رو و بگین کدوم رو دوست دارین بخورین، از کدومش بیشتر خوشتون اومد طبق تعریف توصیفایی که ما کردیم. برای سر کدومش رو خیلی کنجکاوین که ببینیم چه طعمیه. بعد امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد یادتون نره که کانالم حتما سابسکرایب کنین، نظرتون رو برام توی کامنت ها بنویسین. شیوام کانال یوتیوب داره، حتما خودتون میدونین اسم کانالش شیوان تاستیک، براتون بنویسم این پایین. اگه دوست داشتین میتونین ویدیوهای شیوارم ببینید و لذت ببرید. این بودم ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه. آیدی پیج اینستاگرامم براتون اینستاگراممون رو براتون می‌نویسیم که اگه دوست داشتید میتونید اینستاگرام ما هم فالو کنید. فعلا تا ویدیو دیگه خدافظ. دقیقاً اینو دو قلوها شدیم. دقیقاً. دستمال. یه تو چسبیدن که نشد. یا خدای چه خبره اینجا. وی 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 وی